بیش از 50% نتایجی که در اون مقالات چاپ شده در مجالات معتبر پزشکی مثل بی ام جی اینا اصالتا غلط، این خیلی قابل تعمله و ما میایم یه آنالیز رو انجام میدیم، یه کار رو انجام میدیم و چون کامل بهش نمیپردازیم و خیلی سطحی بهش نگاه میکنیم دچار مشکل میشیم و نتیجه ای که ازش برای کاربرد پزشکی میبینیم خنشه غلطی است. این نشون میده که بحث در واقع نگاه های ما با نگاه های داره کاری و با نگاه های تستای ساده حتی نتیجه گیری های پزشکی ما میتونه غلط باشه، حتی در سطح مجالات مثل بی ام جی. ما توی آنالیزهای آماری باز یه مقاله دیگه هست که بعد نیست این مقاله رو من عرض بکنم و نشون میده که داده میکینگ توسط کارها پزشکی زیاد هست. این مقاله ذکر کرده از هر 4 تا مقاله که منتشر میشه 3 تاش داده‌های فیک هست، مقالات معتبر که هنوز چاپ شده، که خب اینها رو تحلیل کرده گفته که فقط 25% داده‌های واقعی هست، بعد تفسیر میشه، بعد ارائه میشه. از این 75% 25% رو ذکر کردن علت این کار علتی هستش که کسی که آنالیز انجام میده خودش دوست داره داده‌ای رو نشون بده که مثبت نیست، مثبت نشون بده، داده به نحوی آنالیز رو انجام میده که این نتیجه بیار ازش بیرون. 25% موارد داده‌ای هستش که پژوهشگر از آماری علاقمند خودش میده که من به این نتیجه نیاز دارم، او ترغیب میکنه که این نتیجه رو بیاره بیرون. 25% نتایج هم نتایج که همکاران آنها و همکاران ما درست داده را ارائه می کنند، اما چون کامل و جامع ارائه نمی کنند بخش ارائه می کنند و از اون بخش نتیجه ای رو می گیرند که نتیجهش در مورد با واقعیت منطبق نیست. خب داری خواهی یه دنو بنیرشتی و ترکیب از این مختلف از ده ها رو ما دستایی زیادی داری کمپانی که حتما می دارم می کنند بارش شبکه های حسابی و کارهای ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی و آمار و بخش زیادی که بارش آشنایی دارن که در تصمیت اینها هست و ما نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم. میخوام اشاره بکنم تک تک این عوامی مخبای رحمانی که من دیگه کردم از دیدان کابی هر کدامشون این کارگونه بسیار زیادی دارن در این مفیدش و من همینجا میخوام خدمت همکارانی که تو رشته ریاضی کار میکنم عرض کنم که بسیار هم پرسود هست، سود اقتصادی بسیار بالایی داره و میتونه بسیار هم پر باشه. تو ما داریم با همکاران پزشکی کار میکنیم که همکاران پزشکی با کارهایی که شما برش میکنیم خیلی راحتن نتیجه گیرشون کارهاشون حتی میتونه گین اقتصادی خیلی خوبی اپلیکیشن های بسیار خوب کارلوف های بسیار خوبی داشته باشه که اینها در ما هم داریم خریداری میکنیم. خیلی هم این در مرسار خیلی که محصل نتیجه گیریش ناشی هست این در واقع داده های داده کامی های در واقع کاملی هست میتونه خودشون نشون بده. بعد یه بحثی هست ولی یک سوال اونجا مطرح شد در تخصصی میگه مثل کرونا با اثبات اطلاع دموگرافی شرطی مایی مثل سارفه این ها میتونه جا بشیم چرا بشیم؟ یکی از کاری که الان سوالی که از دوستان پرسه های مرادی برای کاربرد این داده ها و توی کرونا که تو خواهد مثال خیلی خوبی حال من در ادامه بحثم خواهم گفت که رو بیماری کرونا توی بحث اورژانس چه استفاده میتونیم انجام بدیم، چه کاری انجام گرفتیم. ما خودمون دو سه تا پروژه الان داریم توی بیماران کرونایی داریم کار میکنیم که ببینیم چقدر میزان از فارغ‌سازگی اینها چقدر بار اقتصادی بر ما داشته و از همه مهمتر چه کسانی دچار کرونا شدن و ما توی کوهورتمون حالا به کوهورت میرسیم. ما الان توی کوهورتمون و داتای 10 سال پیش رو در واقع داشتیم، مجدد توی 1-2 سال اخیر گرفتیم. کسانی که قبل از کرونا نیومده بوده همه اطلاعاتشون داریم، وضعیت ریه‌شون داریم، وضعیت قلبشون داریم، بیوشیمیشون داریم و از این تعداد متاسفانه حجم زیادشون کرونا گرفتن و بخشون فوت کردن و الان ما داریم آنالیز میکنیم که چرا اینو فوت کردن، چرا از جمعیت 10,000 نفر ما 200 نفر فقط کرونا گرفتن در رنج سنی مثلا 45 سال تا 75 سال از تو 10,000 نفر که جمعیت بودن میتونیم دقیقاً بدونیم کدوم عامل بیشترین اثر رو داشته و برای سیاست گذاری های ما خیلی خوبه. این طرح ما برای کشور تو کوهورت‌های کشور داریم پیاده میکنیم، شاید تا چند وقت دیگه نتایجی بگیریم که توی کارمون خیلی موثر باشه.
ببینید واقعا چه آدم های کرونا گرفتن وضعیت ریویشون چه معنی مثلا متوجه شدید آدم های دیابتی و آدم های چهار کسانی هستن که بسیار قربیست یعنی از سرطان ها قربیست دارن یعنی از کسایی که کورتون استفاده میکنن قربیست دار هستن در که ما قبلا فکر نمی کردیم برای کرونایمون آدم های چهار فکر کنیم الان وزیر بهداشت هم اعلام کرد یعنی ما کسانی داریم از دیتاشون حالا با دیگه تستای خیلی سالی رو در آورد تستایی که حالا من بعدا میگم با علم شما میتونیم استفاده کنیم دقیقا شما ضرایب هم میتونید به ما بگیم یعنی میتونیم بگیم تو جامعه حتی ما با تکنیک های جایس اونها میتونیم مناطق با خطر مالا تو هم تو تهران پیدا شده که دارن کار میکنه بود هم ما پیدا کردیم و هم میتوانیم بگیم چه افشاری آسیب پذیره ده مثلا همین دیابت رو و افرادی که چاق هستن رو خیلی برای خود ما جالب بود و حتی ما مقایسه کردیم مرگ و میرها رو آمارها رو با اون چیزایی که انتظار داشتیم یکم متفاوت تر شده عوامل موثرتر شد پیدا کردیم جالب بدونی که مرگ و میرها با توی کرونا در کشور پایین تر شده به طور معناداری یعنی اسفند سال کرونا با اسفند سال قبلش مرگ و میر ما اومده پایین تر یعنی میخوام بگم این داده ها علتش هم پیدا کردیم که سکتورهای قانونی کم شده باز دوباره یه مقطعی داره زیاد میشه که این علم ما میتونه اون چیزایی که ما فکر میکنیم رو چیکار بکنه بتونیم پیدا کنیم این داده ها میتونیم رایگان به دست بیاریم نه متاسفانه یعنی داده ها تو فیلد ما اجازه دسترسی رایگانش رو نداریم حتی پولیش هم باید اجازه بگیم توی داده های کرونا که باید پروژه بنویسیم و داده هایی که در میاریم و حتما خوب تحقیق ببینه بعد منتشر بشه حالا چون من پروژه کرونا رو دستم دارم دسترسی این داده ها دارم ولی خب اجازه انتشارش ندارم اما داده های دیگر رو چرا؟ داده های دیگر رو در تعاملاتی که ما داریم میتونیم این داده ها دسترسی پیدا کنیم هم داده های کورت مشخص رو داریم هم به عنوان داده های کشور میتونیم چون من جزء کنسرسیوم کورت کشور هستم دسترسی به داده های کورت کشور دارم هم چون جزء کنسرسیوم کورت های آسیا هستم دسترسی به کنسرسیوم داده های آسیا هم داریم به شرطی که پروپوزالی بنویسیم شرایطی داره میتونیم شرایط رو در واقع در قالب یه طرح مشترک اینا رو بهش کار کنیم یه سوال دیگه هم مثلا هست در حوزه کارهایی مثل تشخیص بیماری کرونا با استفاده از تکنیک داده کاوی در دست آوردن داده کرونا است بگویید شما این پروپوزال رو بدید و این پروپوزال در قالب یک مشترک باشه من داده کرونا رو میتونم در اختیارتون بذارم به شرطی که من مجوز شما دانشگاه بگیرم در قالب یک طرح مشترکی که بتونیم ازش استفاده بکنیم دانشگاه و این داده کرونا رو معمولا نمیشه خیلی راحت در اختیار اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه قرار داد. حالا اگه موضوعات دیگه باشه چرا شما تو موضوعات دیگه میتونید پیشنهاد بدید کار بکنید کارها در قالب یه طرح تفاهمنامه مشترکی میتونه انجام بشه و بعضی از همکاران توی پورتال کشور داده هاشون رو میفروشن میگن ما این داده ها رو میفروشیم تو سایتشون هم شرایطشون رو نوشتن حالا اگه برای کرونا میگیم پیشنهادی داشته باشین من دسترسی به این داده ها دارم و میتونم داده ها رو تقابل به کار مشترک بگیم انجام بدیم باش به شدت هم استقبال میکنیم و مطمئنم هستم شما ایده هایی دارید که میتونید از این ایده ها استفاده کنید خب مرحله کسب دانش رو به روش داده کاوی رو شما بهتر از من بلد هستید من نمیخوام وارد این قضایا بشم ببینم به چه شکلی میتونیم این کار انجام بدیم ولی خب توی یک پارچگی تا حتی ارائه مدلی که ما انجام میدیم رو خیلی راحت میتونیم بهش برسیم توی ماشین لرنینگ نتورک این کار خوبی رو انجام بدیم حالا ما میخواییم بگیم یک بحثی که دیتا ماینینگ داره ما داریم انجام میدیم اینها خیلی ما رو متمایز کرده و ما رو علاقمند کرده که بیاین بذار من بگم ما چی کار میکنیم شما چی کار میکنیم توی دیتا ماینینگ توی کار این داده کاویتون خوشبختانه من پستاک داشتم که خانم دکتر طایفی تقریبا اولین پستاک رو که از وزارت بهداشت گرفتیم و خوشبختانه شروع داده کاوی کار کرده بود دو سه سال با من کار خوبی رو انجام داد و هم یه پوزیشن تو نروژ داره کار انجام میده چیزای خوبی رو برای خود من آموزش خوبی بود ما در تستای ساده میان یه مقایسه ای رو با همون تستای تیتست و رگرسیون و کارهای متفاوتی رو انجام میدیم توی اینها یه پیش‌فرض رو داریم توی این پیش‌فرضه همیشه اون چیزی که ما میخواییم به دستمون نمیاد و هم چیزی که به دست میاد به خاطر عوامل متعدد دیگه‌ای که وجود دارن باعث میشه که ما گمراه بشیم
یعنی توی اون مدل های اولی که ما انجام میدیم گروه ها رو از قبل مشخص کردیم، میگیم دیابتی، غیر دیابتی، تستا رو میذاریم و بعد میگیم رگرسیون انجام میدیم، کلاستر میکنیم، کار مختلف انجام میدیم، کلاسیفیکیشن هم میدیم. اما توی مدل هایی که هستش بدون نظارت هست، بدون که ما گروه بندی رو مشخص کنیم، بدون که ما دخل تصرفی داشته باشیم، یک کلاستر میزنیم. توی کلاستری که میزنیم و بعد خودش میاد گوشه بندی میکنه چی برامون میاد؟ میگیم مثلا تو 10,000 تا نمونه خودمون کیا دیابت دارن کیا دیابت ندارن، بعد می تو کورت می تو فاصله تو میگیم کیا عادی دیابت یا سکته قلبی کردن کیا نکردن. اونی که انجام دادنش میگیم عوامش بررسی میکنیم. اما تو مدل هایی که شما میایید میزنید برای ما و ما هیچ چیز ذهنیتی از بر نداریم، گروه بندی نکردیم، میگیم این گروه های ما به چه گروه هایی تبدیل میشن؟ این گروه ها رو شما برای ما ایجاد میکنید. ما الان پیش‌فرض اینه که آدم دیابتی داریم، آدم های چاق داریم، آدم های دیگه داریم و ما تو به این نمون رسیدیم که همش نمیتونیم آدم دیابتی خالص پیدا کنیم. شما چند نفر آدمی که دیابتی باشه فقط دیابتی باشه، دیابتی یا چاقن یا فشار خون دارن یا هر دوشه دارن یا دیگه از هم بزرگ شما چربی خونشون بالاست. بعد اومدیم خودمون اومدیم سرمان بتاقی کردیم، بازیم کسایی که از این پنج تا خصوصی استداش داشته باشن، قلبشون بالا باشه، فشارشون بالا باشه، چربی خونشون بالا باشه، دیگه تریگلیسیریدشون بالا باشه، LDLشون HDLشون پایین باشه. بعد خودمون اومدیم کلاستر کردیم. همون چون در مشکل شما میخواییم بیاییم جمعیت رو واقعا به اون چیزی که هست کلاستر میکنن، بر اساس اون چیزی کلاستری که صورت میگیره اون چیزی که هستش ایجاد میشه. بعد میاد میگیم آره ما از این مثلا 4 گروه داریم، این گروه ها کیا بودن؟ این خصوصیات رو داشتن، دیابت بودن، سنشون بالا بود، خانم بودن، آقا بودن، اینها بعد ایونت ها حوادث براشون ایجاد شد. بعد من پژوهشگر میفهمم که اگر یه آدم دیابتی داشتم قلبشم بالا بود، این گروهی است که بیشتر سکتتون مطالعات ما رو پیدا کردیم، کسایی که چربی خونشون بالا بود و یه فاکتور دیگه داشتن دیدیم به شدت سکته میکنن. واسه در تعریف کلاسیک ما نبود، چون کلاسیک به گروهایی داریم میرسیم که تعریف پزشکی ما رو داره تغییر میده و بعد ما یک تغییر دیگه رو ایجاد میکنیم. حالا من چند سوالم برای من جناب آقای توحیدی و آقای تحمیسینا فرستادن نگاه بکنم. نوشتن داده های کشور که رایگان هر دست هستن رو به شما معرفی کنیم. میخوام کورهای کشور داده هایی رو دارن که اینها ضوابطی رو دارن که میشه کار کرد. دو تا شیوه برای دسترسی به داده ها وجود داره. یک، شما داده ها رو بخرید، یک کاری روش انجام بدید که معمولا خیلی راحت نیست. تو فیلد پزشکی راحت نمیشه داده رایگان ازش خرید. ولی دانشی دوم که شما تر مشترک بدید، پولم ندید. با منی که مثلا من نوعی که این داده ها رو در اختیار دارم، به من بگید من این توانمندی ها رو دارم، میتوانم این کار رو انجام بدهم. میگم خیلی خوب، من ایده رو دارم، فکرم دارم، شما توانش رو دارید، میشود این کار مشترک آکادمیک انجام بدید. خیلی از ایده هایی که ما تو فیلمون داریم به اپلیکیشن میرسه، توش پول داره برای شما. اینقدر از این دور فیلم ها هست. حالا اگه تیم بشیم، یک کسی برنامه نویستم تو برنامه‌تون باشه، یک سری کار بتونه انجام بده، با همین دیتاهایی که ما داریم وزارت بهداشت شما رو استخدام میکنه. یعنی وزارت بهداشت دنبال این چنین آدم هایی میگردن در مورد باشن. سال بعدی های تقریسی فرمودن داده های اعصاب و روان درس سمینار برای پروپوزال میخوام بدم. داریم داده های اعصاب و روان هم داریم. مطور خب برای بایستی بیم روش فکر بکنیم نکنیم. ما بعد بیدیم داده اعصاب و روان داریم، خیلی هم 10,000 تا هم داریم، دو نوبت هم داریم. یعنی من خودم حد دقل دارم، مرکز اعصاب و روان کشورم هستن، آقای دکتر آخوندزاده، شاهین آخوندزاده، ایشون هم داده خیلی خوبی رو دارن. آیا داده های بیماری های مشابه مانند سارس، آنفلانزا، سیارسرفه هم در دسته هست؟ بعد مرکز بهداشت داده زیادی رو داره. ما چند میلیون داده ها از مرکز بهداشت برای کارنتیه گرفتم، چند در اختیار من هست. من اجازه دارم اگه تغییر داشته باشید این داده ها رو در اختیارتون بذارید. هر گروه های مورد استفاده تو ماشین لرنینگ که ما استفاده میکنیم، یک رگرسیون ساده است، یک طبقه بندیه، یک گوشه بندی هست، یک کمی قوانین رابطی که بین اینها وجود داره که اینا شما بهتر از من میدونید. ولی هر کدام از اینها مطالبی داره در فیلد پزشکی که ما الان به شدت داریم ازش کار میکنیم. مثلا من از رگرسیون اگه بخوام براتون بگم، این رگرسیون های خیلی ساده ای که ما داریم انجام میدیم، خیلی از کارهای ما در فیلد تغذیه داره به واسطه انجام میشه.
یه نمونه هست، چون من مطلب هستم که براتون دارم انجام میدم، دستگاهی داریم که میاد ترکیب بدن ما رو ارزیابی کنه. کار مهندس هست، کار همکاران که مثل شما هست، از ما داده ها میگیرن، این رو میارن بیرون. چجوری میارن بیرون؟ من مثال بزنم براتون که شما ببینید چجوری میتونید برای ما کاری و چجوری میتونید که در واقع بتونید معضلات و مشکلات ما رو کار کنید. این دستگاه میاد ترکیب بدن ما رو اندازه‌گیری میکنه. یعنی بیمار میره روی دستگاه و از در امواج الکتریکی در درش میده، باکس‌های ایمپدانس های مختلف رو اندازه گیری میکنن، میزان انرژی بدن ما رو محاسبه میکنه. اینو چجوری به دست آوردن این مدل رو، این رگسیون رو؟ یکی آدم های گرفتن با روش های دقیق علمی داریم که میتونیم ایمپدانس بدن افراد رو، یعنی در واقع درصد چربی بدن رو اندازه گیری کنیم. با سی تی اسکن هست، با سونوگرافی هست، با ایمیرهای هست، با وزن زیر بدن زیر آب هست، با روش های چیزم هستی هم هست که دقیقا به ما میگه که تو بدن ما چند گرم چربی داره. بعد اومده اطلاعات دیگه از بیماران گرفتن، قدشون، وزنشون، سنشون، جنسشون و یک سری از این اطلاعاتی که ما داریم که میتونیم داشتیم، این اطلاعات رو اومدن یک رگرسیون خیلی ساده، یک محاسبات خیلی ساده با این گولد استاندارد مقایسه کردن. به همین سادگی که من دارم خدمتتون عرض میکنم، اینو به دست آوردن، پشت سرش رفتن دستگاهی رو ابداع کردن که حالا یک کار مهندسی هم داره که ایمپدانس های باکس های مختلف داشته. روز به روز هم داره این کارو میشه، روز به روز هم دارن اطلاعات بیشتری میگیرن. میگن خب ما میتونیم توی مدل هامون اگر بیمار اطلاعات بیشتری داشته باشه، مدل هایی برسیم که با گولد استاندارد همخوانی داشته باشه. حالا از مدل های یک رگرسیون ساده گرفته تا یک رگرسیون پیشرفته که ما میخوایم بهش بریم، میتونه خیلی کاربرد داشته باشه. نیاز به پایه بدن رو داریم اندازه گیری میکنیم، کالیبرسی میکنیم، بسیار پر هزینه، 4500 تومان بدیم، ولی الان با یک مدل خیلی محاسبات ساده یه خطی همه دستگاه دارن اندازه گیری میکنن، کار هم به خوبی داره پیش میره و خیلی راحت میتونیم. این داده هم هست، این داده ها داده های پیچی همین جمع برای کنش هم پر هزینه نیست و به راحتی میتونیم اندازه گیری کنیم. توی طبقه بندی هایی که داریم انجام میدیم به طرح شناخته شده ای داریم دیابتی چی ولی الان اینها رو میتونیم با قوانینی که ما داریم رابطه های بینشون بذاریم. نگاه کنید، استاد من توی انگلیس مثال خوبی میزد، میگفت ما فقط داریم داده ها رو در یک سطح میبینیم، اگر این داده ها عمق بدیم خیلی شما میتوانید توی طبقه بندی، توی خوشه بندی، توی قوانین رابطه ها شما کمک کنید. عمق دادن یعنی چیه؟ یعنی بیایم به جای اینکه دو تا مدل خطی براشون بنویسیم، دو تا بگیم دیابت دارد ندارد با یه خطایی با یک ارتباطاتی، با اینها رو با هم در یک خط در یک سطح مقایسه کنیم، اینا در این حالت ماتریکس بذاریم، در یک عمق بذاریم، یکی بالا باشه یکی پایین باشه و در این فضایی که داریم قرار میدیم این بالا و پایینی به یک ارتباطات رو ببینیم، خیلی میتونیم کمک کنیم. من مقالاتی دارم که هم کاربرد زیادی رو داره در علم پزشکی، هم میتونه این داده ها در مجالات معتبر چاپ بشه. مثال براتون بزنم، ما میگیم که یه آدم دچار سکته قلبی میشه. چرا سکته قلبی میشه؟ ببینیم که آدم ها که سکته قلبی میکنن چاق هستن، چربی خونشون هم بالا هست، دیابت دارن، مثلا فرض بکنید سیگاری هستن، الکل مصرف میکنن، سنشون بالا میره، هزار تا علت زیادی که وجود داره، چربی خونشون میره بالا، قند خونشون میره بالا، مارکر التهابیشون میره بالا، مارکر بیشیمیشون تغییر میکنه. اینا میگیم عوامل خطرساز بیماری قلبی. توی مطلب من که مراجعه میکنن میگم اینها رو باید کم کنید که سکته نکنید. همه جا بهداشت توصیه میده، دوای دیگه توصیه میکنه که ما چیکار کنیم که این اتفاق نیفته. میگیم چربی رو بیاریم پایین، فشارتون رو بیاریم پایین. اما توی مدل هایی که ما داریم به صورت ماتریکس نگاه میکنیم میتونیم علت رو پیدا کنیم. نگاه کنید، یه آدم وقتی دیابتی چرخونش هم میره بالا، وقتی چاق قندش میره بالا، وقتی قندش بالا با چاق میشه، وقتی چاق میشه هم چربیش میره بالا هم فشار خونش میره بالا، اینا با هم تنیده هست و ما آدم هایی رو که نمیبینیم چون دارو برای خود تونید چی نمیبینیم که فقط فشار خونه تنها داشته میشه، حتما وزنش بالاست، حتما چربیش بالاست. ما isolated hypertension، hypertension تنها داریم، نمیگیم نداریم، درصدشون بسیار کمه. حالا سوال اینجا میشه چرا ما سکته قلبی میکنیم؟ آیا عامل اصلی چیه؟
توی مدل ماتریس پیدا میکنیم، ضریب به دست داریم میاریم. مدل هایی که من فکر میکنم توی اول سال آینده اصلا در پزشکی ما دچار درمان هامون در تشخیصاتون بشیم. اینا میان پیش بینی میکنن، همه پالین ها در حال پیش بینی است دیگه. میگن اگه کسی توی مدل ماتریس عاملی که داره فشار رو میکنه چاقیه، بعد ما اون ریشه رو پیدا میکنیم، بعد میبینیم که این چاقیه چند درصد احتمال افزایش هایپرتنشن رو داره و اگه کم کنیم چند هایپرتنشن رو کم کنیم و اصلا چقدر نیاز به درمان داره. حالا تو روابط اینها من خیلی نمیخوام اینجا اتالی کلام بکنم، توی استعدادی باز یک سری توضیحاتی میدم. حالا ببینیم تو کاربردهایی داره کاری تو پزشکی، یک سری کاربردهایی داریم توی بیومارکرها، ببینیم چطور میشه که بیومارکرها رو تشخیص بدیم و پیش بینی کنیم. این بسیار مهمه. اولین کوهورتی که در دنیا در زمینه پزشکی صورت گیره در واقع در سال 1944 کجا صورت گیره؟ در امریکا تو شهر بوستون، نزدیک بوستون توی شهر کوچیکی صورت گیره که اومدن افراد رو فرامیکام شهرش نام فرامیکام نزدیک بوستون یه ساعت فاصله داره بوستون، اونجا اومدن افراد رو از سال 1944 تحت نظرم که چرا سکته میکنن، اومدن 10 سال بعد اینم برگشتن به 10 سال پیشو گفتم ما اطلاع 10 سال قبلش رو داریم، آدمایی که سکته کردن و اونایی که سکته نکردن چه تمایزاتی رو دارن. این فاکتورها پیدا شد با این متد بسیار ساده، ولی امروز خیلی پیشرفته تر شده، مارکرها زیادتر شدن، مدل های رو عملی شده که شما میتونید اگه سرچ بکنید ببینید کورونری ریسک فرامیکام کالکولیشن به شما میتونه اطلاعاتی از شما بگیره، سنتون، جنستون، وزنتون، کسر اطلاعات قند، چربی، فشار خون از شما میگیره، بعد شما دقیقا میگه شما تو 5 سال آینده چند درصد سکته حل میکنه. این عدد با واقعیت خیلی نزدیکه و ما تمام محاسباتی که داریم انجام میدیم بر همین مبناست. تو پزشکی کاردیولوژیستای ما حساب میکنن میگن که احتمالاً شما تو 10 سال آینده مثلا 50 درصد 80 درصد درد هستن شانس سکته قلبیتون وجود داره و این عدد خیلی با واقعیت تطابق داره. این کاریست که الان توی ریس فاکتورها ما داریم انجام میدیم در دنیا و این داره انجام میشه. بعد اومد پروکام کار کمپین توی آلمان و دید عددهایی که اونا به دست میارن، کاری که به دست میارن یه مقدار متفاوت‌تر هست. ما تو آسیا داریم کار انجام میدیم، چون که نحسن ما فرهنگ رو متفاوت‌تره، داده ها متفاوت‌تره و ولی داده های جدیدتری همین دیدن، مارکر های بیوشیمی جدیدتر، مثلا اون زمان اصلا HSCRP اندازه‌گیری نمیشد، همش HSCRP ژنتیک نداشتیم، داره الان بحثش ایجاد میشه و خیلی راحت میتونیم اینها رو کار بکنیم انجام بدیم. یکی از کارهای دیگه که میتونیم انجام بدیم توی استفاده از نظام های سلامت هست، توی عوامل خطرناک بیماری، چیزی که در کشور داره الان اتفاق میفته و ما اطلاعات رو داریم، ما اطلاعات بسیار بسیار ارزشمند رو در نظام سلامت میکنیم. همه افرادی که میرن اطلاعاتشون هست، یعنی بحث از چند میلیون دیتاست، برای مثلا چند صد میلیون دیتاست، میگه ما جمعیتمون 80 میلیون، شما صحبت از چند صد میلیون دیتا برای هر فرد میکنید؟ آره. چرا؟ چون چندین نوبت ما اومدن، یعنی چند نوبت ازشون داریم و بعد شما من دیتای مشهد جمعیت اگستمیل هست، من برای مشهد بیش از 5-6 میلیون دیتا دارم چون برایشون چند نوبت تکرار شدم و این چند نوبت تکرار شدن چون میتونه برای من خیلی کمک کننده باشه. یا خواهید من به عنوان یک همه کارهایی که ما داریم میکنیم تو پزشکی به خاطر چیه؟ تو فیل حداقل بخشی از پزشکی، حالا بخشی دیگه هم داریم، تو بخشی از پزشکی که داریم کار میکنیم که افراد در مرز خطر رو پیدا کنیم، پیش بینی کنیم که این افراد دچار سکته نشن، دچار مرگومی نشن، دچار آنفولانزا نشن، دچار کرونا نشن، هر کدومی که میخوایم داشته باشیم، هر چه اطلاعاتمون دقیق‌تر باشه بهتر میشه. و بعد یه محاسبات این مطلب داره، از پیشبینی هایی داره میکنیم، از محاسباتی که ما داریم انجام میدیم و این محاسبات شما میتونید انجام بدید، پیشبینی ها شما میتونید انجام بدید. من با یکی از همکاران شما که دکتر الکترونیک داشت، ما برای این ماشین جاروبرقی معمولا بیش از 3000 تا محاسبات پیشبینی هایی داریم، شما چند تا پیشبینی دارید؟ خیلی کمتر. ما الان میتونیم خیلی از پیشبینی هایی که الان اینها توی علم ما اومده، نرم‌افزارش اومدن با چند تا اکسپرت پنل پیشبینی ها رو گذاشتن، از مشاهده می‌بینید و بعد پیشبینی ها رو پزشک می‌کنه و مخصوصا توی شرایط کرونا داره بیشتر هم میشه، چون بعد این داده های وجود داره، یه تستای می‌زنید بعد افراد در معرض خطر رو پیدا می‌کنید، بعد اینکه افراد در معرض خطر رو پیدا کردین می‌تونید خیلی راحت اینو محاسبه کنید.
و این کار مورد ما رو انجام میدیم. و اگر این محاسبات داشته باشه چقدر میتونیم کارهای زیادی رو انجام بدیم. بعد یه کار دیگه هم که مثلا میشه توی داده کامپیوتر کنیم، پس این نورمال رنج ها هست. ما در پیل الان داریم بیماران رو درمان میکنیم بر اساس این تست آزمایشگاهی که شما همه تون حداقل دیدیم و اطرافیانتون دیدیم بعضی جهت باشه بعضی جهت داشته باشه. الان دیدیم که مطالعه پروفسور آلدری توی ترونتو انجام داده و بررسی کرده که یه بخش زیادی از این کاری که ما داریم انجام میدیم بخشی اصلا با واقعیت نیست. یعنی درصد زیادی از پزشکان تو فیلدهای مختلف متقابل گمراه میشن بر اساس داده هایی که مربوط بوده مثلا فرض بکنیم به این نورمالج هایی که آپدیت نشده. اونها عواملی مؤثرن درشون، اونها رو ما ندیدیم و بیمار میگه مثلا فسفرش بالاست درمانش میداد از فسفرش بالا نبوده، تیرویدش بالاست درمان میداد تیروید نداشته، میگیم دیابت داشت یا مثلا دیابت نداشت. حالا مثال دارم میزنم، اینها مقالش هم چاپ شده، اگه وقتی پروفسور قادری سرچ بکنید براتون میاد تو نورمالج. ایشون دیگه مبدع نورمالج های دنیاست و همه نرم افزارهایی رو برکارش تعریف کرده، اپلیکیشن هایی داره که اگه شما الان بزنید به عنوان کلیپر هست که همین کلیپر به عنوان اندازه گیری خوب کنه بیان نمیدونم چک اندازه گیری ابریویشن اول کلمات مطالعه هست گذاشته. این عوامل روش بر مؤثرن، نوع دستگاه، سن، جنس و بعد این تحلیل مدل در آورده. خیلی هم پیچیده نیست، ما الان داریم برای ایران اندازه‌گیری می‌کنیم، شاید بتونیم رو پررنگش کنیم و شاید یه اپلیکیشن درست بکنیم که قطعاً وزارت بهداشت و بخش‌های علوم آزمایشگاهی کشور رو می‌خرن و اگه داده‌هایی وجود داشته باشه با قیمت خیلی خوب و هم توی دنیای نیا استفاده میشه. بخشی مثل امریکا ازشون دعوت کردن پیاده کردن توی انگلیس، توی برزیل، توی ترکیه، توی سنگاپور، چین، توی کشورهای مختلفی اپلیکیشن رو داره بزار به کار می‌کنه و ما می‌تونیم خیلی از این دروازه داشته باشیم. یکی از کارهای دیگه این که ما می‌تونیم ازش استفاده کنیم توی وقوع بیماری‌ها، رو من عرض کردم توی پیش‌بینی پروگنوز بیماری‌ها می‌تونیم پیش‌بینی کنیم کدومی که از بیماران که مبتلا مثلا به کرونا شدن بیشتر می‌میرن، چه کسانی هستن که بدتر هستن، حتی پیش‌بینی کنیم توی پاسخ به درمان. الان علوم مختلف دارن به ما کمک میکنن به پزشکی که ما بتونیم پاسخهای به درمان بهتر رو بگیریم. باز به هیئت علمی دانشگاه فرانسه هم هستن، اونجا شرکت دارویشون خیلی علاقمند بود که یک سری تستای ژنتیکی برای بیماران ما انجام بده. پول هم گفتیم میخواست هزینه کنه، از اون استاد دپارتمان گفتم خب چرا این مقدمه هزینه کنه، چهار تا ژن معروف به چه دردش میخوره یک شرکت دارویی. جالبه بدونی که ما ویزه یک سری از ارزیابی های ژنتیکیمون تاثیر میذاره در پاسخ به درمان که بخشش الان به طور روتین داره تو کشور انجام میشه. یعنی کسی اگه دور و بر دیده باشه که سرطان ژنتیک انجام بده، بر اساس اون تست ژنتیک ما میگیم کدوم دارو براتون مناسبه که استفاده بکنه بیماری یا نه. اما این گسترش پیدا کرده، فقط به تست سرطان تستوستان نیست و به بقیه بیماری ها هم داره وارد میشه. اصلا انجمنی در دنیا تشکیل پیدا شده، انجمن از اون حمایت میکنه، ساینتیست بزرگی دارن کار میکنن، مدل های خیلی خوب رو در آوردن. و این وقتی میگیم از ژن صحبت میکنیم، دنیای ژن هست، اطلاعات ژن بخش زیادش رایگان توی پایگاه ژنتیکی گذاشتن. اگه یک فرد ایده داشته باشه میتونه از این داده ها به صورت رایگان استفاده کنه که داده هاش هم در دسترس هست. اونطور شما باید یک کسی داشته باشید که این ایده رو داشته باشه، شما بتونید بر اساس اون ایده این در رابطه، چون ژن ها زیاد هستن. بعد میان اون ژن ها رو پیدا میکنه، بعد میدونه که کدوم ژن پاسخ بهتری داره، به دنبال اون میره، افرادی رو پیدا میکنه، کشورهایی رو پیدا میکنه، میگه کشور این ژنش غالبتره، تست ژنتیکی که انجام نمیدن، اون داروش رو میفروشه. بعد میگیم داروی مثلا شرکت فرانسوی خوب بود، شرکت آلمانی خوب نه. چرا؟ اونم خوبه، ولی برای این ژن خاص. اون اطلاعات ژنتیکی ما رو داره، خیلی راحت میتونه در واقع چکار بکنه؟ کار بکنه. یا مثلا از کارهای دیگه که ما میتونیم توی چیز انجام بدیم، افتراق تومورها خوشکیم از بدخیمه. نگاه کنید، من اگه بخوام توی مثال ها براتون بزنم، اینقدر مثال دارم هی نام میاد که نزنم.
بیا کنید که من یه دانشجوی پزشکی دارم، دانشجوی پزشکی من بودم که امریکاست، یه پستاکی کار میکردیم، پژوهشی کار میکرد در مرکزی که فقط مهندسا کار میکردن، تو بخش قلب مهندسا بیشتر کار میکردن. اینها چی کار میکردن؟ ما همان بیماران آنژیوگرافی میکنیم، یعنی برای اینکه ببینیم رنگشون بسته است یا نه، یک کتتر بست دست یا از کشاله ایران میفرستیم بره چه قبل یه مادهی رو تزدیق میکنه، عکس میگیم جایی که انصداد داشته باشه پیدا میکنیم، حالا بعد مته سرش میذاریم اون مسیر رو اون انصداد رو باز میکنیم و میبینیم که اصلا جایی حالا تاره مسکن هم میکنم با اسکن میکنم یا که بونه کجای گرفته یا نه. مرکزی هستش که اونجا دارن یک شرکت دوربین تولید میکنه، مدعی شده که من میتونم با اطلاعاتی که میگیرم میتونم بگم که اونجا اصلا توده دارید یا نه، و جنس طول و طوله هم به شما میگم که اگه جنس به شما کمک میکنه دیگه شما نرید بیوپسی کنید، نرید بردارید، اندازه به شما بگیم، حجمی به شما بگیم. بعد اونجا من نگاه میکنم میکنم که مریض از یک خدمت اینبریزیو تهاجمی کتتر گذاشتن کاملا خواهد با یک عکس بوده اون اطلاعات رو پیدا کنه. چرا؟ من با این همکارم صحبت میکردم، گفتم ما میگم اون اطلاعاتی که داره بودیم یه مدل فضایی ازش درست میکنیم، با یه خطای میلیمتری به شما میگیم که این دندازش هم دقیقا چقدره. عین این کار رو فیبرسکن داریم انجام میدیم. نگاه کنید توی فیبرسکن، اگه فیبرسکن کبد شما دیده باشین، یک سونوگرافی انجام میده. اون چی کار میکنه؟ سونوگرافی میده میگه کبد شما چرب هست یا چرب نیست، ولی فیبرسکن میاد اطلاعات دقیق تری از اون بافت کبد به ما میده. ما بهترین روش که میدونیم یک کبد یکی چرب هست یا نه بیوپسی کبد. خب بیوپسی کبد راجع به تهاجمی است دیگه، ما خیلی سختی که مریض راضی کنیم بخوابه، از لای دردش سوزن کتلت کنیم بزنیم به کبد. خود شما هم اگر ما بهتون پیشنهاد بدن خیلی راحت پذیرش نداریم، جدا از اینکه حالا هزینهش بالاتره، کارش بالاتره، ولی بحث ریسک که این کار میخوایم انجام بدیم میپذیریم. اما فیبرسکن اومده یک کار رو انجام داده، میگه من میرم اطلاعاتی از این کبد میگیرم، بچه که میفرستم، بعد اون رو آنالیز میکنم، بعد به شما میگم این بافت کبده توش چی داره، چقدر این بافت سفت شده، چقدر نرمه، چه اطلاعاتی شما میخوایم، و بعد اون اطلاعاتش تقریبا معادل اطلاعاتیست که ما رفتیم میدل بایوپسی کردیم، بیوپسی سوزنی گرفتیم از کبد و در اختیار ما قرار داد. و چقدر کار رو بیمار رو هرچند داریم روتین انجام، ما چند دستگاه تو مشهد داریم، خود ما داریم آمیزگیری میکنیم و اطلاعاتی ما میگه ما رفتیم سوزن زدیم، اطلاعات از سوزن از بیمار گرفتیم، چقدر کار رو چقدر عالی. حتی این دستگاه این بادی که ما الان داریم، اون میگه من دارم کار میکنم که اطلاعات به شما میدم فراتر از این. و ما مثلا همین دستگاه اینبادی که مورد آنالیز ترکیب بدن رو داره آنالیز میکنه، به ما مثلا یک کار خیلی خوبی که انجام میده اینه که سلول رو، سلول بدن رو ما از نظر تغذیه‌ای بررسی میکنیم که آیا این چه قشاش صاف، چروکیده، نرمال، غیر نرمال، ببینیم که این با فرستادنش و آنالیزی که اونجا انجام میده به ما میگه که یعنی تغذیه سلول چجوری، ما باید کلی تست سازمانی انجام بدیم. برای بیماران دیالیزیمون وقتی میرن دیالیز میدن ما واقعا نمیدونیم که آب بدنشون چقدره، بعد به خشکی بدنشون رو محاسباتی داره. این دستگاه خیلی راحت به ما میگه، خیلی هم تست یه کنی یه ترازوی معمولی قیمتش چنده که ما باید 400 هزار تومان باش پول بدم، از 400 تومانی 40 هزار تومان 50 هزار تومان چقدر میشه راحت خرید تا چند میلیون. اینو برای چی میگم؟ برای این میگم که شما یک فیبرسکن میده 60 هزار، یک دونه سونوگرافی میده 60 هزار، یک فیبرسکن میده 460 هزار تومان. توی همه علوم پزشکی یک چیز ورود پیدا کرده و اون ورود اینه که نالج قیمت داره، تکنولوژی قیمت داره. فیبرسکن اونقدر پرهزینه نیست، یعنی دستگاهش من نباید یه میلیارد پول بدم. چرا دارم میدم؟ میگم برای چی شما میدیم؟ میگه من نالجمو دارم میفروشم. چیزی که من تاکید دارم همکاران که تو داده کاوی کار میکنند نالجشون قابل فروشه و هیچ مشتری بهتر از پزشکان نیستن که بتونن راحت به شما پول بدن. همین که الان ما داریم میگیم، شما حتی تو تستای پزشکی نگاه کنید، یه تست آزمایشگاهی مثلا شما یک دونه
مثلا قند خون میذاریم میگه 5000 تومان، یک دونه سی بی سی میذاریم چندین خون میذاریم 15000 تومان 20000 تومان، اما میرین یک تست پی سی آر کرونا میذاریم که 400000 تومان 500000 تومان. برای یک قند خونی که 5000 تومان شما 3-4000 تومان هزینه میکنید، 4000 تومان اگه همون یکی باشه که اصلا برای آزمایش خوب معلوم بشه، مثلا یه برگه به شما میده 2000 تومان یک کاور میذاره میشه، حالا فرض بکن مثلا بیشتر باشه 3-4000 تومان 1000 تومان سود داره. اما میگه شما هم بیستیاری که همه داره انجام میده چهار هزینه داره برای آزمایش 3000 تومان تا 5000 تومان با 60000 تومان، شما 300-500000 تومان پول میده. واسه این تعرفه دولتیشی تعرفه حسی بیشتره. این یک تست تشخیص قبل از تولد میدیم 100000 تومان، نقاط داره 2000 تومان پول میده. میگیم چرا؟ میگه من نالجم دارم. این علوم جدید نالجه داره قیمت میکنه، نالجه داره توی این مثلا مسئله که شما دارین میبینید تشخیصات عوارض داروها رو پیشبینی بکنید، پیشبینی توی میزان اثر بخشی داروها خیلی موثره. بخونیم با هوش مصنوعی الان داریم مقالش هم چاپ کرد، یعنی میایم میذاری بگی ما مثلا فرض میکنم اومدی زرچوبه رو داریم اثر کرده زرش که داریم اثر کرده رو میخوام زرش و زرمانه با هم بدیم، من میکنم من دارو مثال نمیزنم که شما میدیم ما مدل های مولکولارش رو میدیم، همکاران شما برای ما پیش بینی میکنن که چه اتفاقاتی میفته، اینا کجاها ممکنه برن اتصال بده کنن، کجا میتونن عارضه ایجاد بکنن و بدونی که اصلا مداخله رو انجام داده بشه، بدونی که ما اصلا مداخله رو انجام داده بشیم میتونی پیش بینی رو برای ما بکنن، برای کارآزمایی بالینی از کارآزمایی بالینی رو انجام ندیم و به دنبال اون کارآزمایی بالینی بتونیم ببینیم که واقعا چه اتفاقی داره برای ما میفته و چقدر شیرین میشه. حتی ما این کار رو داریم دانشجوی پی اچ دی آی آی تی دانشگاه تهران هست، خانم دکتر پور محمد خالی دانشجوی ما هست، من دارم باهاش کار میکنیم، داریم مدلی رو پیش بینی میکنیم که ویتامین دی رو بیایم به جامعه بدیم، غنی سازی کنیم، تو نون بزنیم، تو فرآورده لبنی بزنیم، تو روغن بزنیم، کدوم قسمت های جامعه اطلاعات رو داریم. بعد به ما میگه که اگه وزارت بهداشت میخواد جایی رو بزنه کدوم رو بزنه. تو من پروژه ویتامین دی کشور هستم هست، خیلی مهمه که ما چقدر هزینه میکنیم، این مسئله که داریم میگیم درسته یا نادرسته، اما در این مدل هایی که داریم یه پیش‌بینی هایی داریم که با واقعیت بسیار میتونه نزدیک باشه. من یکم باز برم تو بیماری خوب و داده کاربردهایی که ما میتونیم براش کار بکنیم، باز برمیگردم در مقطع دیگه کاربردهاش رو خدمتتون عرض می‌کنم. نگاه کنید مطالعات زیادی توی من داده کاربردها رو بیماری های مختلف، هایپرتنشن کار خود من هم دارم و مسئولیت های حاملگی چاقی خیلی کارش از نقل میتابه خیلی کار شده روی فتیلیده و نارسایی کبدی نارسایی کلیوی توی بیماری مختلف، این لیستی از بیماری های هستش که داده کاوی فراوانی روش کار شده که حالا من نمیخوام یکی که اینها رو براتون چیز کنم، بعضی وقتا میتونیم به اینها باسترش مطالب بهش برسیم. حالا سوالی که پیدا کردن که ما دستیابی داده های بزرگ توی کشور رو داریم، بله کوهورت‌های بزرگی کشور رو ما داریم، یه بخش از داده های ما داده های کوهورته، داده های کوهورت ما چند داره، یعنی یه بار شروع میشه معمولا 5 سال 10 سال بعد تکرار شده، این اینتروالی که پوینت داشته باشه تو مدل های داده کاوی شما خیلی میتونه کمک بکنه، هم پروداکت علمی ما رو ببره بالا، هم تو پابلیکیشن ها تو مجلات خیلی خوب اگه کسی گین ساینتیست داشته باشه مقالات بسیار خوبی رو میتونه ببینیم، تغییراتش خوبه و ما همونطور که من عرض کردم خود من کوهورت مشهد استادی رو دارم که 10000 تا بود، 10 سال تحت کنترل هم بودن، بابت دومش هم گرفتیم. کوهورت های پرشی هست بیش از 3000 نفر در کشور داره انجام میشه، کوهورت های اصفهان هست که حالا داده های اصفهان رو من دارم کار مشترک داریم باشون انجام میشه، میتونیم تعامل رو بریم انجام بدیم، ما رو همتون کلیشادی همتون سرافسادگان هستش، داده های دکتر فریدون عزیزی هستش، اونها رو باز من دسترسی بهشون دارم، به من محبت دارم، میتونیم کار مشترک که انجام بدیم، داده های کوهورت آسیا هم هستش. یه سری داده های مورد شاهدی هست که تو مراکز بهداشت هم استان وجود داره، داده های آزمایشگاهی سطحش هم فراوانه، ما قسمت اون آزمایشگاهی داریم که داده ها جمع میشه، داده های وزارت بهداشت که اصلا یه اقیانوسی است که بیکر، اونطور گرفتن داده از وزارت بهداشت خیلی سخته، خیلی راحت نیست، اما غیر ممکن نیست، اگر ایده خوبی داشته باشیم میتونیم داده ها
دادهای سازمان بهداشت جهانی هم برای من قابل دسترس هست. اگر من ایده‌هایی رو داشته باشم، چون من با مرکز یونسکو پاریس هم که مرکز من هستش، میتونیم کمک کنیم. از اونها هم دادهایی رو بگیریم از کشور همسایه. به شرطی ایده خوب داشته باشیم. من دنبال یه ایده خوب می‌گردم که تو کره‌های آسیا بتونیم اونجا قانونا دسترسی داشته باشیم، وبینار داشته باشیم، ایده‌مون رو ارائه بکنیم و در اون برسیم. من می‌خوام برای کورس مشهد رو توضیح بدم. مشهد استادی، مشهد به معنای مشهد استروک هارت اسوسییتد دیزوردر هست که مخفف این شده مشهد. این عمل مطالعه کورسی بود که توی خاورمیانه ما انجام دادیم. اون رو گرفتیم از کورس‌های فرامینگهام و کورس‌های در واقع پروگرام با ما ارتباطاتی داشتیم، جلسات داشتیم، دکتر عزیزی رو دعوت کردیم، همکار اصفهان رو چیز کردیم. یه مطالعه هستش که طولی هست که ما داریم برای مطالعه رو فاکتورهای زیادی ما برای هر مریض تقریبا 23 میلیون تومان هزینه میکنیم برای ارزیابیشون. نوار قلبش رو میگیریم، اسپیرومتریش رو میگیریم، بعد مارکای بیوشیمیش رو میگیریم، تنسنجش رو میگیریم، یه ایمپدنس که من گفتم میگیریم، آنالیز غذایش رو میگیریم، دیالیز غذایش رو میگیریم، تایت بدنه میگیریم، استر رو میگیریم، همسادگیش رو میگیریم، تستای قلبیش رو میگیریم. دنیای از اطلاعات هست. تازه این نوار قلبی که ما میگیریم یه متخصص اول نیم ساعت اینو بخونه، یعنی تمام پارامتر برای هر نوار قلب 160 آیتم واسه میستقاد هم، یعنی داده های بسیار ارزشمند است و شما میتونید بر اساس این نوار قلب ها مدل به ما بدید. یک ما دنبال مدل هایی هستیم که بتونه پیش بینی کنیم به سکته قلبی هم بیاریم. میدونیم که اینا که 10 سال قبل چه تغییر در نوارش ایجاد شده، کدومشون دچار سکته های قلبی شدن، سکته های مغزی شدن و دنیای از اطلاعاتی که وجود داره که میتونیم انجام بدیم. خب همونطور که من عرض کردم اینا در سال 2007 شروع شد، 2003 ما باز و دوم شد تا 2020 که الان هستیم داریم پیگیری میکنیم. سنشون 35 تا 65 سال بود، فاز دوم چه شدن 45 تا 75 سال. به صورت خوشگی از نمایندگی کل مشهد بودن در سال پیش، متأسفانه توی این فاز دوممون بخشای مشهد اضافه شد که در سال پیش نبود. بحثای از این مجیدیه و اون طرف نیسا اون زمان جز به شهر نه شهر نبود. اون زمان همان بابا شده یک قسمتی از سمت باز این سمت شمسن سیدی که اونا تو مسئله فاز دوم گذاشتیم، مدل های جیمیست خیلی خوب اینو بتونیم با اینا ترمیه کنیم چون نماینده مشهد هستن. بعد با اطلاعات که از شهرتایی جایی دیگه گرفتیم میتونیم ببینیم چه کسانی استیتای خلی بیشتری داشتن که دو دنیا اونقدر اینو کار میشه و مدل هایی رو به ما میدن. یعنی ما میگیم که مردم مشهد اونا که خونهشون نزدیک پارک بوده بیشتر بوده، اونا که نزدیک ایستگاه اتوبوس بوده سکته قلب بیشتر کردن، اونا که دوباره مدارس بوده، مساجد بوده یا نه جای مرفه شهر بوده، اونا که دسترسی به سوپرا داشتن بیشتر چیزی خریدن بچه هاشون و سکته ها درشون شد. این اینقدر داده داده آلودگی های هوا رو میتونه بایشون لینک بدیم. این داده ها وجود داره و حجم نمونه رو ما در واقع بر اساس 10,000 تا گذاشتیم. اطلاعات هم که من خدمتون عرض کردم جمع‌آوری کردیم. توی این مطالعه مشهد استادی کاری که داریم انجام میدیم اینه که دچار ایونت شدن اونایی که ایونت نشدن بررسی میکنیم، اونها رو که دچار ایونت قلبی شدن همش کارمشتای ما میبینن. یعنی هر کسی که اینجا میره به صورت رایگان توی این درزهر اتفاق برش افتاده مراجعه به کاردیولوژیستای ما داره، رایگان ویزیت میشه، میدونیم که چه اتفاق هم یه فوت کردن شما در اساسیت فوت این خاطره مرکزی بهداشت سوابقشون داریم، میبینیم اونها که واقعا علت قلبی داشتن مشخص. الان علت ریوی هم داریم که همکاران قلبی هم داریم در رایگان هر وقتی مریضا رو میبینن ریم و خانوتر امینی دارن با همتون جامدهی دارن میبینن. بخشی دیگه‌اش هم داره به تنظیم توی اندپوینت هامون اضافه میشه. خب یکی دیگه یک بخشی از مطالعه ما هستش که اینجا اومدیم ارتباط بین HSCRP رو با درواقع بیماری قلبی دیدیم که چقدر میتونه تاثیر گذار باشه. میزان تاثیرش هم مشخص کردیم، مقالش هم گذاشتیم اینجا. کار بسیار خوبی بود که برای ما کاربرد خوبی داشت. یا توی این مقاله دیگه که شما میبینید ما اومدیم بحث دیتا ماینینگ رو روی تشخیص دوی والها پیدا کردیم که در ریسک بودن. خیلی برام مهمه. من یادم خانم دکتر طیفی اولین بار که آره من با این مدل پیدا کردم که مثلا فشار خون چیزی میتونیم زودتر دتکت کنیم. خودم کاری ندارم، من دستشو بزنم بالا فشار میگم فشار داری یا نداری، به درد من که نمیخوره.
اینو پس من به چی درد میخوره؟ نگفتم که برای مثلا دیابت برای اون پیش بینی کنه زودتر بگیره خوبه، زودتر هایپرتنشن پیش بینی کنه خوبه. وقتی به این سمتا چه عواملی میتونه داشته باشه؟ یعنی میخوام بگم یه کمی نیاز داره همکاران شما ادبیات های مشترکی رو با هم تجربه کنیم. فهمان واقعی اول میگه خیلی خوب میفهمه، بعد اینجا با مدل رندوم فورست اومدیم فاکتورهای موثر رو دیدیم توی این مطالعه که چه تاثیراتی داشته باشه و توی دیابت تیپ دو. اینجا اومدیم کار دیگه کردیم با مدل دسیژن تدیم پیشبینی پرمچور در واقع اسوسییتد ویت هایپرتنشن رو به دست آوردیم. خیلی برای ما خوبه که ببینیم اینها چه عواملی روش موثرن. یا مطالعه دیگه که شما اینجا ملاحظه میکنید افزایش ریسک فاکتورهایتون برای برنامه‌ریزی باز با دیسیژن تری که برای من پزشک خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. حالا باز یه مدل دیگه ارتباط بین ریسک فاکتورها برای ویتامین دفیشنسی با دیسیژن تری. حالا این کار دیگه که من اینجا گذاشتم یا نه در خصوص به درمان هست، یعنی اومدیم ویتامین دی رو بررسی کردیم تو تعداد از مردم بشر دختران و کمیاری ویتامین دی 9 ما کردیم بهشون مقروز در 50,000 دادیم تو کدوم پاسخ بهتری دادن. این مدلای شما خیلی ما کمک میکنه. من میگم چه کارامات برمیگی ما آدم هایی که این خصوصیت رو دارن بهتر میتونن بزن، اما آدم هایی چه ویتامین دی شون خیلی پایین تره. باز اینجا نشون داریم که میتونه ویتامین دی پاسخ روی LDL چقدر تاثیر گذار باشه. روی میزان تاثیر پذیریش مهمه که با دسیژن دی به کاربردی راست پای ویتامین دی LDL چقدر تاثیر میذاره در پاسخ به درمان. خیلی مهمه که ما ببینیم چون لیپید پروفایل LDL HDL از این نظر مهمه که ویتامین دی هم محلول در چربی میتونه اونها تاثیر گذار باشه. حالا این بخش از اهدافی که ما میتونیم روش کارهایی رو انجام بدیم، اگر علاقه وجود داشته باشه همتی باشه میتونیم قسمت‌ها قابل انجام باشه برای کارهایی که ما داریم انجام بدیم. این بحث دیگه‌ای که خیلی مهمه که ما بخوام قبل از اینکه بحث مخاطبه بدم چند تا مثال دیگه براتون بزنم و من خیلی دوست دارم اگر کسان این علاقه مندی رو دارن بیان با ما وارد کار بشن و کار انجام بدن. تو فیلد تغذیه ها رو باید تغذیه شده رو میگم جایی دیگه هم هست. یکی از مشکلاتی که داریم که وقتی از صحبت هست FFQ میکنیم، فود فریم کوشنر میکنیم، پرسشنامه تغذیه میکنیم، بیماران با اطلاعات دقیق رو ما نمیدن. جالب بدونیم بین 15-45% افراد وقتی از نظر تغذیه از اون سوال میکنیم دروغ به ما میگن. یعنی داده ای که به ما در اختیار من پزشک قرار میدن که درمانگر هستم قلبونه روش نمیشه، که تو خانم ها بیشتره، تو چاخ ها بیشتره، تو سن میره بالاتر بیشتره، بهره به مرد بسیار بالاییست به طور قد زیاده که وقتی دیتا ها رو میخوام استفاده کنیم که این کنیم میگیم کسانی که از مثلا 700 کیلوکالری در روز کمتر میخورن یا بیش از 3700 یا 3800 یا 4200 حالا موارد مختلف متفاوته داداشون هست. این داده دیگه داده قابل کاربردی نیست. ما اینها رو چیکار میکنن؟ علتش چیه؟ علتش وقتی به من نگاه میکنی ازش سوال میپرسی روش نمیشه بگی من مثلا دو بشقاب برنج خوردم. به همین دلیل اینا اومدن الان در دنیا پرسشنامه ها رو دموگرافیک کردن، کاربردیش کردن و یه ما دیگه رو شکلا میزنه، خودش نیاز نیست روشون داشته باشه. دموگرافی افکی ها اومده که کار همکاران شما با یک برنامه‌نویسی با یک محاسبات خیلی ساده خیلی قابل فروش هست، انحصارشو برای خودشون میگیرن و میفروشن. این کار دیگه که باز ما با همکاران اون ورها هم دارم انجام میدم که بعد هم نمیاد شما هم درگیر باشید که میتونه کل خوبی توش داشته باشه و کاربرد بسیار خوبی برای شما داشته باشه. من که برای پول صحبت میکنم براتون چون واقعا دلم میسوزه ببینم دکترای دی‌اس‌دی باید مثلا درآمد بسیار بالا بیشتر از ما داشته باشه. اگر ما بتونیم توی این قسمت کار بکنیم یکی از کارهایی که داشته باشه که همکار روش که مسئله شما میتونن به ما خیلی کمک بکنن مثلا از غذاها عکس بگیریم بعض شما ما بگیم ما الان شما تعداد که الانجا هستن اگه میگم یه قاشق برنج مثلا چند گرمه من از اساتید پرسیدم حتی 40 گرم گفتم و خیلی از محاسباتی که ما داریم انجام میدیم محاسبات در واقع دقیقی نیست.
اما الان نرم افزارهایی تو دنیا داره ایجاد میشه که شما به راحتی میتونید از موبایلتون خیلی راحت عکس بگیرید از فضا. وقتی عکس گرفتین اون عکس تحلیل میشه میگه شما 50 گرم برنج کن. خیلی به ما کمک میکنه. خیلی ارزش داره. و از طرف دیگه با نرم افزار اومده که میگه داره تولید میشه اون بر آب که من ترمیستاری که اونها دارم تو محلیس که اگه ما بذاریم حتی میتونیم توی تشل بینومالش هم قابل استفاده بشه محتویت غذا رو به ما میگه. چرا؟ چون ما وقتی آنالیز میکنیم همیشه با این مشکل رو داریم که همه غذاها همه جای دنیا نیست. مثلا شما ما شلوت مشهد میکنیم که ایرانی ها نمیکنن. داشتم افرادی رو که وقتی بردیم که مثلا مهمان من بودن شلوغا فش کردن مثلا پیش غذا ساختن که گروه که غذای اصلی مثلا ما نخوریم و ندیدیم. یا شما خیلی جای دیگه هر شهرستان رو بریم غذای مخصوص خودش رو داره. اما اگه آنالیز بکنیم به ما بگیم دقیقا این غذا چیه و چه ما میتونیم کمک کنیم. چند سوال کردن. ما خودمون جزو دروغگوهایی این دروغگویی که من دارم میگم توی علم آمار قصد اسای ادب نباشه. این علمی است که این اتفاق داره بیفته. پابلیش مقالش هم هست. این مقالی که من الان خدمتتون عرض میکنم برای مو فرستاد به ما داشت آلار میداد که ما حداقل روزی 25 درصد نباشیم که خودمون تشویق کنیم یا 25 درصدی که میتونیم آمار رو بذاریم به گونه‌ای که دادار یه جور دیگه حذف کنه. چون بیشترین کاری که من پژوهشگر میتونم بکنم صداقت در گفتارم هست. به علم خودم از خود بکنم. خب یه سوال دیگه هم آقای مورد چرا از روش های ساده سازن روش های پیشرفته مثل مدل های یادگاری این واقعا نگرانی ماست. چرا استفاده میکنیم؟ ما تازه چند ساله که گروه انفرماتیک پزشکی رو تو دانشگاه ایجاد کردیم. میگم ما یه مشکل جدی داریم. این چیزی که شما میگین و من میگم بستر کار برای همکاران شما تو فیلد ما به شدت بازه به خاطر فاصله گرفتن دانشکده پزشکی از دانشکده ریاضی و دانشکده مهندسی کلن از علوم و بهداشت از هم جدا شدن این اتفاق رو افتاده. نکن کوهورت روش نیست، نوع مطالعه هست. سوال فرمودن های روش کوهورت برای حجم جامعه به کار میرد. نکنید کوهورت ما به مطالعات طولی که شروع میکنیم با یه اهداف خاصی برای یک اندپوینت خاص بهش میگیم کوهورت. منظور اون چیه؟ یه گروهی رو ارزیابی میکنیم 10 سال 5 سال تحت نظر قرار میدیم، هیچ مداخله‌ای توش نمیکنیم، میذاریم زندگی طبیعی خودشون رو ببرن جلو. بعد یه هدف میگیریم، حالا یه هدف میتونه سرطان باشه، سرطان پستان باشه، سرطان واژینال باشه، سرطان معده باشه، یا میتونه سکته قلبی باشه، سکته مغزی باشه، یا میتونه مثلا دیبنترومبوزیس باشه، یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم. بعد میبینیم که تو این فاصله کسانی که دچار این ایونت شدن، این حادثه شدن، با کسانی که نشدن چه تفاوتایی داشتن و اصطلاحا چرا دچار مشکل میشن. به این نوع مطالعات میگیم کوهورت. حالا کوهورت ها میتونه کارمندان باشه. ما الان کوهورت کارمندان هم داریم که کارمندان یک جامعه رو راحت تر پروکام برخلاف اکنامیکام که توی امریکا اومد جامعه رو گره و من کارمندان 10 تا شرکت رو گره. شو کارمند خود من هم بهتر میتونم بگم تو کار نگه داشتن بیماران برای 10 سال خیلی مهمه. اما خوشبختانه ریزشامون کمتر از 13 درصده. یکی از کارهای موفق کشور و حتی دنیا هستیم 13% ریزش نداشتیم بیشتر. من افتاد برای 10 سال به دلایل متعدد یه مراجعه نمی کنم. این در واقع چیزی که ما از کار داریم. اگه سوال دیگه هم هست من در خدمتون هستم. اون کار نوع مطالعه است. نوع نمونه گیری نیست. بعد نمونه گیری که از کورت ها میتونه خوشی باشه، میتونه غیر خوشی باشه، چیزی دارن که نماینده جامعه باشه. سوال فرمودن در موارد مواد کاملا متفاوتی برای استعمال تشخیص بیماران و مطالعه بخواد در صورت بسیار دیده ما به حالت مشکلشان در نشاندادی باشه دقیقا مقدار این دو سنجه چقدر هست تحصیل هم میشه شما من. توی چیزایی که ما الان دادیم، تستایی که برای کرونا انجام میدیم، یکی تستای سرولوژی که هم تستای مثلا IgG که هم زیر میکنیم که توی اسپیسیلسیش خیلی پایینه، خیلی بالا نیستش، ولی توی ایمنی سازی هم روش مورد بحثه که حالا ما ولی از اون بهتر دقیقا PCR. تو PCR هم ما فالس پوزیتیو داریم، یعنی موقعا PCR مثبت
و ممکنه فالس نگاتیو هم داریم. اگه شما اطلاعاتی در امکان داشته باشین راحت ببینم به تایم داشته باشین بعد بسنجم ببینم راهنمایی خدمت رو بکنیم. اما نگاه کنیم یه بحثی که هم توی کرونا وجود داره که ما داریم میگیم خود کرونا تشخیص دادنش خیلی رو باید تستایی که میگیم نیست. من خیلی از مریضا میام یا اگه تستم منفیش و حتما کرونا داریم و حتما درمانش رو بکنیم. یه نقطه نکته دوم این که تستایی که ما داریم بهش میگیم پیشبینی های ماست و این زمان نمیتونیم ها به عنوان گولد استاندارد ها ببینیم. ما مشکل رو در کرونا گولد استاندارد حتی بسیار گولد استاندارد نیست. برای همین شما اخبارهای متفاوتی از کرونا میبینید، صحبت های متفاوتی میبینید که بخشی از این برمیگرده که احتمالات بیوتروریسم درش زیادی همکار سازمان بهداشت جهانی اونجایی که من به رسمی شنیدم تاکید دارم. وقتی بیوتروریسم باشه یکیشتای از اون پیشبینی ما متفاوت تر میشه. اما میخوام بگم که اطلاعات ها خیلی همخوان نیست. مثلا اینکه افراد یکی گرفته دوباره میگیره اگه واقعا این درست باشه یه اصلا واکسن کرونا مفهوم نداره. هیچ وقت این کرونا دیگه از بین نمیره در دنیا اگه واقعا اینو بپذیریم که ما رو پذیرش اون شک داریم چون این قرار باشه من بگیرم دوباره هم بگیرم خب اگه واکسن پذیرش رو واکسن بپذیرم اصلا هیچ وقت سیکل از بین نمیره در دنیا. و ما فکر میکنیم شاید در اون متدهایی که تشخیص میذاریم ایراد داریم که سری اول نداشته فکر کردیم داشته درمان کردیم و یا سری دوم نداره فکر میکنیم داریم درمان میکنیم. و نکته‌ای که وجود داره این که ما در شرایط کرونا وقتی بیماری میاد با اپیدمی کرونا در کشور مواجه هستیم علم ما میگه بیمارانی که با علائم مشابه میان درمان کنید نذارید تستای تشخیصی زمان رو از ما بگیره و همین دلیل ما تشخیص میذاریم در تشخیصاتون هم ممکن بالنی اشتباه تشخیص گذاشته بشه ولی باز هم میگیم کار رو بکنیم چرا چون اگر همون دلوش رو میگیریم از مشکلات بعدیش مواجه میشه. سوال همخان میفرم بودم پایگاه داده جامعی هست در ایران بعد الان چطور بفهم که چه دادایی وجود داره؟ نکنی تو فیلد پزشکی شما یک جایی وجود نداره که داده ها رو گذاشته باشند که شما میگیم بریم ما میتونیم این داده ها رو بسترسی بشیم. پایگاه‌های ژنتیک در دنیا داده هاش هست در اساس هم هست ولی برای شما اگر یک پزشک یک کنارتون یک ژنتیک نباشه هیچ چیزی نمیتونی شخصا ازش استفاده کنی ولی سرچ کنی داده هاش قابل دسترس. داده هایی که داده های عمومی رو داره کورتو هستن کورتوی کشور سرچ بکنید پوسسیون کورتوی کشور برید اینها رو بهتون میگه داده هاش هم در دست هست. مطالعات مشاهدهی و تولی هستن کار توضیح دادن عوامل مواجهه و نسبت قیمت ها در حوزه سهمی باشد ولی روش استند یک تکنیک نمونه‌گیری مشهور کاملا فرمایش دوست عزیزمون خواهیش آیا ما از نرم افزارهای خارجی واسطه تشخیص استفاده میکنیم؟ بله در مفرده که استفاده میکنیم زیاده مثلا همین کامی که داریم میگیم فارمیکامی که میداریم استفاده میکنیم همش داده های اون هاست. من از یه دکتر مشاهده باشتم گفت بندی میتونیم از نرمافزار خارج استفاده کنیم چون زمان فرهنگی داره مثل کسی که تو امریکا کاملا فرمایشون درسته. یک کمپان علوم شناختی گفته از نرمافزار خارجی برایشون قابل استفاده نیست. ما هم دردمون همینه. ما تقریبا تمام ریس فاکتورهای قلب و عروقی رو که داریم کار میکنیم بر اساس نرمافزارها بر اساس آمارهای امریکا و اروپا هست. الان داده های ما که داره میاد بیرون امیدواریم به حد در یک حدی باشه که بدون جایگزین باشه با اینکه ما میدونیم این نقص رو داره با اینکه میدونیم اینجوری هست ولی از اینها خیلی از این داده ها ما در فیلد پزشکی داریم از اون استفاده میکنیم. وقتی داده ها در دسترس نمیشه طرح سوالی اولا برای ما با متأسفانه پزشکی نبوده به اون برسه معلوم داده خارجی در اختیار ماست خیلی باشه بیاید من میتونم داده های مشهد استادیوم رو بهتون بدم شما توانمندی هاتون بگین داده های جای دیگه کاسته بشه بهتون بدیم. چند تا پیشنهاد واضح دارم روی FFQ های من که پروسس های تغذیه دیده ای من براتون مهمه داده های من براتون خیلی مهم نیست. اون چیزی که مخوام یه برنامه‌نویس بشه یه کسی که بوش مسئله کار کرده باشه میتونه شما این FFQ ها رو برای من بزنید میتونه آنالیزش رو برای من بزنید. یکی از همکاران دانشگاه سنتو خیلی کاری هم نداره مطالعه مراجعه به من نداشت که اساتید اونجا بود. اگه شما دارید کسی که میتونه این در مورد کدوم یه برنامه‌نویس بنویسه
ایده های شما هم داشته باشن، محاسبه هاشو بتونیم انجام بدین، میتونیم پیاده کنیم، برندشین کنیم، اصلا اپلیکیشنش رو بفروشیم، هم نورمال ریس هم میتونیم اپلیکیشن خوب داشته باشیم. این برنامه‌ریزی هم باید باشه که اینها رو بعدا بتونه انجام بده. توی دیده های مشهر استادی ما مثل پروکام داریم میخواییم بزنیم، پروکام سرچ کنیم، فارمیکام سرچ کنیم، اینا نرم افزار داره، اینا آنالیز داره، همش هم در دسترس اپلیکیشن کلیپر در دسترس شما سرچ بکنید براتون میاد. یعنی اینا چیزایی هستش که الان در دسترس ساده است، اون برای آقام کارش انجام میشه، ما میتونیم تو دیتا بزنیم. شبتون خوش، موفق و معید باشید.